و من در حقیقت از میان شما برم. و انا تارکن فیکم ثقلین، من در میان شما دو بار سنگین، دو چیز سنگین، دو امر سنگین رو رها میکنم. اولهما کتاب الله، اول کتاب خداست. فیه الهدى و النور، در آن هدا و نور. فخذوا به کتاب الله، کتاب خدا رو عرضم به حضور شما بگیرید. چجوری بگیرید؟ در این که بفهمید کتاب خدا رو و عمل کنید به کتاب خدا. و استمسکو بهی، و با آن استمساک کنید، کارهاتون رو طبق کتاب خدا انجام بدید. فحث علی کتاب الله و رقب فی، در مورد کتاب خدا رسول خدا خیلی صحبت کرد. ثم قال و اهل بیتی، سپس گفت اهل بیت من. و سه بار این اذکرکم الله فی اهل بیتی رو رسول خدا ذکر کرد، یعنی نه اهمیت اهل بیت رو نشان میده که چقدر اهل بیت مهمه برای ما، باید دوستشون داشته باشیم، باید به اونها اقتدا بکنیم، سیرت و سنت اونها رو باید برای خودمون و برای عرضم به حضور شما خانواده خودمون باید بیان بکنیم. فقال له حسین، خب. من به همین جا اکتفا میکنم. فقال له حسین، حسین به او گفت و من اهل بیته، اهل بیتش چه کسانی هستند یا زید؟ الیس نساؤه من اهل بیته، آیا زنان او از اهل بیت او نیستند؟ قال نساؤه من اهل بیته، گفت که نساء او، همسران او، زنان او جزء اهل بیت هستند. دکتر مطلب را داشته باشین، استناد به این که فرمودین زنان حضرت رسول جزء اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستند، خب. از رسول خدا شنیده، چون استناد شما به فرمایش ایشون دلیل بر، فکر کنم دلیل بر اینه که شما این رو پذیرفتین. در این زمینه چگونه شما ثابت میکنید که زنان رسول خدا جزء اهل بیت رسول خدا هستن؟ البته پاسخ رو بعد از این بیننده آقا محمد از کردستان یا کرمانشاه به هر صورت. الو آقا محمد، آقا محمد بنده از کردستان هستم. بفرمایید، از کردستان عزیز بفرمایید. سلام عرض میکنم آقای هاشمی. سلام و رحمت الله خدمت کارشناس فهیم و بسیار گرامیتان عزیز، سلام و ادب دارم. بنده دو تا حدیث از تلویزیون های ایران که در رابطه با خاله و ولادت یا ازدواج حضرت علی با حضرت فاطمه یا امامت ایشان به قول البته اهل تشیع، دو تا حدیث از تلویزیون ها که احادیث بسیار زیادی نوشته میشه، من فقط دو تا حدیث رو نوشتم که خدایش وقتی من اصلا این رو دیدم شاخ در آوردم، اصلا خیلی اغراق شده. فقط این حدیث ها در خدمت آقای تهرانی میخونم و انشاءالله جواب ما را بدن که یا اینا درسته یا نه. البته من سند رو دارم، فقط حدیث نوشته میشه، میتونم این رو بخونم؟ متن حدیث رو بخونید بفرمایید. حدیث اول، خداوند جبرائیل، میکائیل و اسرافیل و به اطاعت علی علیه السلام سرپند و براءت از دشمنان او و استغفار برای شیعیان و استازاده است، یعنی تمام ملائکه فقط برای وافدشون. دو، هر کس از جن و انس، تمام اجنه و تمام انسان ها، البته از ازل تا از ازل که از حضرت آدم تا آخر تا روز قیامت، هر کس از جن و انس که خداوند بخواد قلب او را تطهیر کند، ولایت علی ابن ابو طالب را به او میرساند. من دیگه از این ندارم. متشکرم. البته آقا محمد ببخشین، این که نقل فرمودین در کتاب خاصی اشاره نشد بهش که ما راحت تر بتونیم این حدیث رو در ایران ظاهر میشین حدیثا. بله، فقط میتونن پیامبر فرمود و ولش کنن دیگه. آها، فقط همین نص حدیث گفته شد بدون این که ذکر منبع یا سندی بشه. زیادی هست، البته من فقط گفتم این دو تا حدیث دیگه خیلی زیاد اغراق شده. بله بله بله. خب حضرت علی را بالاتر از حتی گفت جبل میکنه زهر و به اطاعت علی علیه السلام، یعنی بالاتر از این ملائکه مقربه. در همون تلویزیونی که مشاهده فرمودین منبع ذکر نکردن، سند ذکر نکردن که هیچ منبعی، فقط همینجوری میرسن و باهاش میکنن. خب خدا خیر کنه، متاسفانه خدا یار نگهدارتون. متاسفانه روایات ساختن روایت زیاد سخت نیست، در عرض چند ثانیه انسان میتونه روایت های خیلی شاید. بله بله، البته من استاد گرامی یک سوال دیگه داشتم که اون فکر کنم به برنامه شما مربوط نباشه در حقیقت اعتنان. اگر مربوطی لطف بفرمایید در برنامه دیگه صحبت مطرح بفرمایید، برای اینکه وقت برنامه‌مون موضوع فشرده است و برنامه‌مون هم وقت محدود. متشکرم آقا محمد، خدا یار نگهدارتون. برنامه پنجره ان شاء الله صدای گرمتون رو خواهیم شنید. اگر بیننده دیگه داشته باشیم در همین فرصت. خب مطالب استاد تهرانی، من مدرک میخوام. شما اهل بیت رسول خدا را فرمودین که زنان رسول خدا اهل بیت رسول خدا به شما رو میرن.
یه کسی میگه نه نمیرن، زنان رسول خدا جزء اهل بیت نیستن، چگونه ثابت میفرمایید؟ بله، مدرک فراوان هست الحمدلله. خب. به استناد به قرآن کریم، ما استنادمون به قرآن کریم هست. اگر اجازه بفرمایید من فقط یک مطلبی رو من قبل از این عرایزم نسبت به این برادر گرامیمون که زنگ زدن بیان بکنم که ببینید یک مطلب اساسی که ما خیلی دوست داریم به اون اشاره بکنیم اون این است که نام فرقه ای رو بردن این صحیح نیست. احسن. که ما صحبت هامون رو منحصر بکنیم به تشیع یا تفنن یا شیعه یا سنی، این صحیح نیست. همه ما باید پیرو قرآن و سنت رسول گرامی اسلام باشیم. حتی اگر میخواهیم انتقاد بکنیم از گروهی، از سخنی، نام شخص رو نباید ببریم، نام گروه خاصی رو نبریم، بگوییم در فلان کتاب این و به دلیل قرآن، با دلیل قرآنی بیایم این رو عرضم به حضور شما نقد بکنیم. بله. نیازی نداریم نام اشخاص، نام گروه ها. بنابراین خطاب ما خطاب عام هست. کسی نگفته که اهل سنت یا سنی ها در حقیقت از این سخنان چیز هستن. بله، غلو و افراط در دین شامل همه هست. بنابراین ما همه رو دعوت میکنیم، همه انسانها رو، چه سنی چه شیعه، همه رو دعوت میکنیم که این سخنان رو انجام افراط نکنن در مورد هیچ کدامشان. در مورد رسول خدا گروه هایی هستن از میان اهل سنت، از میان کسانی که همیشه عرض کردم ادعا فقط هست، ادعای این رو دارن که اهل سنت پیامبر خدا رو دوست دارن، اما در مورد در شأن حضرت رسول گرامی اسلام غلو میکنن، افراط میکنن. احسنت. دکتر ما فقط 5 دقیقه میتونیم در خدمتون باشیم و فرمایشتون دقیقاً بجاست. واقعا اصلا نبایستی ذکر اسمی از مذاهب و فرقه و طوایف ورد. ما هو سماکم المسلمین، ما مسلمان تابع فرمایشات صحیح رسول خدا. بفرمایید. بله، عرضم به حضور شما که من اگر اجازه بفرمایید اشاره میکنم به چند تا از آیات خدای تعالی از قرآن کریم که در اونها اشاره واضح به اهل، اولا کلمه اهل بیت، اهل اهل بیت یعنی اهل خانه. کسی که اهل خانه هست کیه؟ چه کسانی شامل اهل بیت؟ این معنای لغوی کلمه هست. کسی که میگه آقا اهل بیتتون، شما در فارسی هم ما اینو به کار میبریم، میگه اهل بیت خوبن، یعنی چه کسانی خوبن؟ یعنی پسر عموتون خوبن؟ وقتی بنده از جناب آقای هاشمی از حضرت عالی میپرسم آقای هاشمی اهل بیت خوب هستن؟ شما یعنی چی؟ یعنی پسر خالتون؟ یعنی پسر داییتون؟ یعنی دختر عمتون؟ یا یعنی همسر و فرزندانتون؟ اولین کسی که وارد اهل بیت میشه ذکرش همسر انسان هست. وقتی کسی از بنده میپرسه اهل بیت چطورن، اولین کسی که متبادر میشه به ذهن بنده همسر بنده هست، بعد از اون بچه ها. بنابراین زنان رسول گرامی اسلام به معنای کلمه، معنای کلمه همین هست، اهل بیت. اهل بیت یعنی زنان رسول الله که شامل خدیجه، عایشه، حفصه و دیگر همسران رسول گرامی اسلام میشه. اما آیات قرآن که به این اشاره واضح میکنه، قرآن اهل رو به چه کسی اشاره اطلاق میکنه؟ در سوره طه جناب آقای هاشمی آیه مبارکه 9 و 10 خداوند در اون آیه، در اون آیات میفرماید و هل اتاک حدیث موسی، آیا از حدیث موسی، از قصه موسی، از آن چه سر موسی آمد خبر داری؟ هل اتاک حدیثم اذ را نارا، انگامی که آتشی دید، فقال لأهله، به اهلش گفت، به اهل بیتش گفت امکثوا، صبر کنید اینجا، انی آنست نارا، من یک آتشی دیدم، یه آتشی را از دور دیدم، لعلی آتیکم منها بقبس، من احتیاج به آتش داریم، یه آتشی داریم ما میخوان، برن یه چیز ذره از آتش بیارم، او اجد على النار هدى. اینجا در این آیه شاهد ما کلمه اهل هست، اهل یعنی اهل بیت. اذ را نارا فقال لاهله، چه کسی با حضرت موسی بود؟ جناب آقای هاشمی چه کسی همراه حضرت موسی بود؟ همه ما میدونیم چه کسی همراه حضرت موسی بود. بله، جز عرضم به حضور همسر حضرت موسی کس دیگه همراه او نبود. اما خداوند میفرماید که لاهله، میفرماید به اهلش گفت، یعنی به همسرش، امکثوا، و در اینجا ضمیر مذکر به کار میبره، خیلی جالبه، امکثوا، نگفت امکثی، امکثی به ضمیر در حقیقت ممکنه کسی بگه چرا اینجا گفته امکثوا، و دقیقا در ادامه لعلی آتیکم کم برای اون ضمیر مذکر به کار، مذکر جمع. بله. همه اینها ضمایر مذکر جمعه. چرا؟ در برای اینکه در زبان عربی اهل بیت شامل مردان و زنان میشه،
و ضمیر غالب در زبان عربی ضمیر مذکر هست. به خاطر همین در تمام آیات قرآن زمانی شما، من یه مثال دیگری میزنم، هنگامی که شما وارد خانه ای میشوید در زبان عربی، موقعی که عرضم به حضور شما در آن خانه عرضم به یه خانومی نشسته هست، به آن خانوم میفرمایید السلام علیکی. موقعی که عده خانوم ها نشسته باشند، یه گروهی از خانوم ها، میفرمایید السلام علیکن، یک عده ای هست. اما اگر یک مرد فقط، اگر 10 تا خانوم نشسته باشن اما یک مرد میان اونها باشه، یک پسر میان اونها باشه، دیگه نمیفرمایید السلام علیکن، نه، میفرمایید السلام علیکم. ضمیر مذکر به کار میبرید برای همون. برای چی؟ برای اینکه ضمیر مذکر غالب هست. این قواعد زبان عربیه. دکتر تهرانی لطفاً فقط در عرض 2 دقیقه مطالب را جمع‌بندی بفرمایید. خواهش، 2 دقیقه من تصور نمی‌کنم بتونم این کار انجام بدم، اما به هر حال سعی خودم رو می‌کنم، چون آیاتی که در اشاره به اهل کرده در قرآن، این آیات عرضم به حضور انور گرامیتون که فراوان هست. بفهم. در سوره قصص آیه 29 هم همینطور، فلما قضى موسى الاجل وسار باهله، همین آیه دقیقاً اشاره به اهل میکنه که همان زن حضرت موسی است. اذ قال موسى لاهله، اني سوره النمل آیه مبارکه 7، اذ قال موسى لاهله اني انست نارا ساتيكم. سوره انبیاء آیه مبارکه 83 و 84 خدای تعالی در مورد ایوب کلمه اهل رو به کار میبره، و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر و آتیناه اهله و مثلهم معهم. و اهل او در حقیقت همسر و خانوادش بودن. در سوره زاریات آیات 24 تا 30 خدای تعالی میفرماید هنگامی که سخن از ابراهیم هست، هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ الى اهله. حضرت ابراهیم نه فرزندی داشت و ارزم فقط همسرش بود همراهش. فراغ الى اهله، اهله در اینجا خطاب یعنی در حقیقت منظور همسرش هست. فقربه اليهم فاوجس، بعد از اون در ادامه در آیه 29 میفرماید فاقبلت امرأته، در این آیه اشاره واضح میکنه که امرأه که همسر حضرت ابراهیم باشه در حقیقت معنای اهل رو داره. همینطور عرضم به حضور شما در سوره هود ما رو دلیل بارون کردین دکتر، من یه دلیل خواستم، متشکرم. مطالب رو من اجازه به یه دلیل زیبای دیگری رو هم بگم. خب این بفهم. دلیل واقعا حیفم میاد که نگم. بفهم. در سوره عرضم به حضور انور گرامیتون که سوره مبارکه هود آیاتی که در مورد حضرت ابراهیم هست، خیلی زیباست این آیات. بله. خدای تعالی میفرماید ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى قالوا سلاما فلما رأت ايديهم لا تصل اليهم وامرأته، امرأه همسری کی؟ همسر ابراهیم که نامش ساره بوده. بله. امرأته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. اجازه بفرمایید من به اهل بیت برسم. قالت يا ويلتا، حضرت ساره وقتی که ملائکه نزد حضرت ابراهیم بودند. بله. و عرضم آمدن گفتن ما با تو کاری نداریم و ما برای قوم لوط آمدیم. بله. برای اینکه عذاب رو برای اونها نازل بکنیم. بله. فضحکت یعنی حضرت ساره یعنی ساره همسر حضرت ابراهیم خوشحال شد. فضحکت ساره، به اینکه استفسار میداد به اینکه اون قوم داره حدا. و خدای تعالی به خاطر این عبادت او و اینکه همین که خندید خوشحال شد برای هلاک قوم ظالمین، خدای تعالی فبشرناها به اسحاق، او رو بشارت داد که اسحاق رو و یعقوب رو ما به تو میدیم. و حضرت ساره تعجب کرد، قالت یا ویلتی، تعجب کرد، یا ویلتی، عجب، ای وای، الد و انا عجوز، من بزایم، من بچه دار بشم، من عرضم من پیرزنی بیست نیستم، و هذا بعلی شیخا، همسر من شوهر من شیخ کبیر در سن، این هذا لشیءٌ عجیب. قالوا اتعجبین، ملائکه به او گفتن اتعجبین من امر الله، آیا از امر خدا تعجب میکنی؟ رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت. در این آیه اشاره واضح
و زیبایی داره که اهل بیت، یعنی همون